ملاک کفر و ایمان. روزی به یکی از آشنایان گفتم تو عجب کافری هستی. او که رنگ از صورتش پریده و گویی میخواست به من حمله کند و گلویم را بفشارد گفت محض اطلاع شما باید بگویم که در تمام عمرم نه از دیوار کسی بالا رفتم، نه زنا کردم، نه مال کسی را خوردم و نه توی گوش کسی زدم و نه به عهدی خیانت کردم و بلکه به ده ها نفر کمک کرده و آنان را از گرفتاری ها و فقر و بدهی نجات دادم و همه نماز های عقب افتادی زندگیم را جبران نمودم و بیش از پیش از خمس و زکات خودم به مردم انفاق نمودم. آیا در مذهب شما ملاک مسلمانی چیست؟ به او گفتم در مذهب من ملاک مسلمانی این است که اگر به کسی بگویی که کافر و ریاکار و ناپاکی، از خجالت سرش را پایین می اندازد و تا بناگوش سرخ و شرمنده می شود و در دلش این کفر را می بیند و تصدیق می کند و خود را قابل دفاع نمی یابد و دست کسی را هم که این کفر را به او نماینده می بوسد و دیگر رهایش نمی کند و او را دوست و بلکه امام خود قرار می دهد. حتی اگر به قول شما همه احکام شرع را به ظاهر رعایت کرده باشد. در میزان دین ما آدم های مؤمن خود را کافر می بینند و آدم های کافر هم خود را مؤمن می پندارند. ما این درس را از امامان و پیامبر خود آموخته ایم. در مذهب ما نشانه ایمان خشوع است و نشانه کفر هم تکبر و غرور است. در مذهب ما ملاک دل است و نه گل. در مذهب ما چه بسا یک مرتاض قدیس را کافر نامند. در مذهب ما خدای ما بر سر نمازگزاران متکبر فریاد می کشد و عذابشان می کند. در مذهب ما هر چه که از خود پرستی و خود محوری و سر خود باشد کفر است و این است که قدیس بی امام را کافر نامند و ایثارگران خود پرست را فاسق می خواند. دین آدم متکبر بدتر از بیدینی است. در مذهب ما گناه کردن گناه نیست بلکه شرمنده نبودن گناه است و غرور خود شیطان است.